در سر به هرازی دان مادنه بسم الله الرحمن الرحیم مبحثش از رساله پند ساله دستورای علی شاه که برای ما هم تا کنون لازم الاجرا مبحث تعهد و ازدواج رو قبلا خوندیم توجه به اینکه تعهد یعنی هم سر گرفتن خداوند در فطرت انسان قرار داده یه وظایفی هست که جز فطرت یا به عنوان وظیفه گرفته میشه یا همینجور بیان میشه به طور مثلا این مسئله دفاع از خود که گفتیم دفاع لازمه فطریه یعنی هر موجودی حتی حیوانات هم بهشون حمله بشه به یه وسیله از خودشون دفاع میکنن یا فرار خودشون به وسیله دفاع یعنی دفاع از خطری که تهدید میکنه اینها رو در واقع چیزهای فطری رو جزء وظایف در شریعت ذکر نمی کنند برای اینکه ما غیر ما فوق اراده وظیفه به اراده تعلق میگیریم اینا را در ذکر می کنم ولی یک نحوه وجود خاصی بر خودش داره من جمله تعهد بود که گفتیم خداوند در مورد همه حیوانات می‌فرماید وقتی کشتی روح را دستور داد ساختن موقعی که قرار بود طوفان بیاد خداوند به نوح امر فرمود از هر حیوانی دو تا یعنی نر و ماده بگیر و در کشتی که نشون دهنده این است که خداوند اون موجوداتی رو که در اون لحظات در روی زمین بودن اراده داشت که نسلشون بمونه نمیخواد از بین برن اما در تاریخ چه مثل میبینیم که مثلا میبینیم دایناسورها از بین رفتن برای که همچی اراده خداوند ندار اونا رو موقت آخریده بود و موقت ولی اون جاندارانی که زمان نوح بود خداوند خد در بین اون جانداران خاص بشر هم بود انسان هم بود که در مورد بشر هم همون دستور هست منطقه در مورد بشر چون بشرها متفاوت هست جانداران متفاوت نیستن همه پلنگ ها درندگی دارن مثل همه همه آهوها مثل همه ولی بشرها
جسارت کنیم بیمه در بهش نگهش دونده شدن که اگر اون خطا رو نمی کردن در بهش بودن، اگر هم قرار بود نفر داشته باشن که ما به دنیا بیاییم ما هم در همونجا بودیم، ولی اون خطا موجب شد که مهدانه خداوند اون نیت اولیش که فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو کرامت دادیم و حفظش کردیم هم در روی خود و هم در روی آب در دریا. در اونجا در مورد انسان ها به نوح نفرمود فقط یک دن حکمت، به نوح فرمود اونهایی که به هدایت شدن، چه زنها و چه مردها که هدایت شدن. ببینیم پس در اونجا هویت و شخصیت بشر رو خداوند در هدایت قرار داده، فرمود به آدم هم فرمود که شما رو که تبعید کردم اونجا هدایت خودم رو میفرستم، تنام ولایت میفرستم، هر کی به اون چنگ زد و دنبالش آمد به من میرسیم. این در مورد بشر، در مورد ساره ایگونا باید چون عدف خداوند نظر داشت که بماند نسلشون فرمود در اونجا هر کنم بر و همین وقت گفتیم به طور طبیعی در مورد انسان هم هست، یعنی اضافه بر اون که نسل بماند خداوند اون کسانی رو که از این نسل هدایت شدن اونها را اهل دانست. به نوح علیه السلام فرمود این پسر و پسری که از نسل حضرت بود و همچنین همسر حضرت یعنی مادر همون پسر فرمود اینها اهل تو نیستن، اهلیت رو در انسان هدایت دارم. اونطور در حیوانات هست و به طور طبیعی حیوانات زیادتر جمعه یعنی نرسشون باقی میمونه، در اسلام در بشر به صورت ازدواج باید باشه، یعنی چون بشر از خداوند از روح خودش به روح آفرید و فرمود او رو بر صورت خود آفریدم، نخواست رها باشن بنده سایر حیوانات برای تو بیرن، مقرراتی برای همون هم تعیین کرد برای ازدواج که گاهی این ازدواج که نزدیکی دو انسان هست، انسان مردی و زنی به واسطه یه عقد و یه قرارداد هم مادی و هم معنوی اینا با هم زندگی می کنند، در مورد این که آیا تا کی با هم زندگی کنند و اینا باید مقررات فراهم کنه، به این مناسبت مبحث طلاق هم اضافه بر مبحث ازدواج زمینه میشه به این مرد طلاق. و طلاق در نزد خدا و خلق ناپسند و بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله مگر در ناچاری ناگوار است.
که بالاتر طلاق هست. چون خوب بشر فرمودن جاوید الخطا در تصمیماتش اشتباه میکنه، ممکنه بکنه، گاهی میفهمه گاهی. حالا اگر تصمیم فهمیدن که تصمیم اشتباه کردن، خداوند بهشون اجازه داده که در یک شرایطی در وقتی از یک دیگر جدا بشه. البته محدودیت های هم برای خونه و هم برای بعدش برای طرفین مقرر کرده. پیغمبر فرمود که پیغمبر البته مظهر حکمت اسلام و مظهر اراده الهی. بهترین است که تحمل کنه و اگه
اگر نتوانید اون وقت طلاق بده. من به خیلی ها همین توصیه رو کردم و بعد گفتم درست است که اگر طلاق بدید چون از هم جدا میشید این مشکلاتی که الان گفتی نخواهد بود، برای اینکه شوهرت که دیگه همراه با تو نیست زندگی اون زندگی وجود نداره که مشکل داره. اما بعد از اون بعد از طلاق مشکلات جدیدی به وجود میاد که حل اون مشکلات مشکل تر از اولیه، مشکلات بالاتری به وجود میاد. همه تمام دستورات شرعی و این هم اینجوره که اگر یا خدای نکرده به عنوان تمرد کسی اطاعت نکنه و یا اینکه با وجود اطاعت هی دلش نگران باشه، اون آثار و نگرانی هایی هم که بعد پیدا میشه بیشتر از نگرانی های بعدی. در این مثل البته مذاهب و این ها همه به این مسائل توجه کردن و البته بعضی ممکن این ایراد بگیرن، بگن که مقررات شرعی و الهی چه کار داره به روابط بین دو نفر زن و شوهر. ولی اینجور نیست، برای اینکه روابط زن و مرد نسل بشر رو تأمین میکنه، یعنی همین روابط هست که موجب میشه مثلا ما بگیم جامعه درویشی در زمان آقای سلطان علی شاه اینجور بود بعد اینجور بود. با که یک نفر از اون درویش های زمان آقای سلطان علی شاه حیات ندارن، ولی درویشی حیات داره، ملت ها حیات دارن. و برای اینکه این ملت ها افرادش سالم باشن، افرادش خداشناس باشن، با اون حبل المتین ولایت دست بزنن، خداوند مقررات آفریده. البته در هر یک از مذاهب الهی این مقررات به نحو خاصی که حالا من جزئیاتشم یادم نیستم لزومیم نداره، در مذهب زرتشت به یک نحو، در مذهب موسی علیه السلام به یک نحو، مذهب مسیح که حضرت رو فرمود از طلاق بدش می آمد، همین فرمایش پیغمبر ما، اصلا طلاق عده‌ای زیادی معتقدن که در مذهب مسیح طلاق نیست. در مذهب اسلام هم با تقیدات که هم برای مرد هست هم برای زن، مهمترین این تقیدات و مهمترین مشکلی که بعد از طلاق دامنگیر طرفین و دامنگیر جامعه حتی می شود مسئله فرزندانی که از آنها می مانند. سرنوشت اون فرزندان بستگی به ارتباط با پدر و مادر و حتی این که فرمودن مثلا دختر بخواد ازدواج کنه، ازدواج اول باید با اجازه پدر باشه. شاید منظور از این بوده است که همیشه ارتباط بین اینها برقرار باشه، چون ارتباط مادر ارتباط قطع نمی کنه معمولا زنها، ولی پدر ممکنه ارتباطش قطع بشه.
این مقررات گذاشتن که ارتباط جامعه برقرار باشه. بنابراین به همین سرنوشت فرزندان هم اگر در نظر بگیرن طرفین مسلمان طلاق دوری میکنن. مقررات خاصی برای ازدواج و برای طلاق در همه شرایع است که خب خوب بد نیست که آقایان و خانم ها هر کدام وقت دارن این مقررات رو از مقررات قانونی اسلامی رو در این مورد بکنم. انشاءالله خداوند همه بلاها رو از ما دور کنه، من جمله این بلا. Allah'a emanet.
مخلوق